دانشمند اعلام میکنه هیچ هدف بزرگی بدون شیفتگی و دلبستگی به دست نمیآید. پس اگر ما مشتاق این هستیم که کلام خدا رو ما تأثیر بذاره، اولین قلمروش این هست که عاشق باشه نسبت به کلام خدا. فکر میکنید دوامش چی هست؟ بشنوم. بله، تو دلتون نگیدی خوب بلند. دوامش چیه وقتی که باید میدونی که باید عاشق باشی؟ بله؟ خب از روز پر بشی بده وفادار. باید بخونی، باید بخونی، باید بخونی. شما اگه یه زبانی رو بلد نیستید، یه زبانی بیگانه رو بلد نیستید، برای اینکه بتونید تسلط روی این زبان داشته باشید، باید چیکار کنید؟ برید یاد بگیری، برید تعلیم بگیری. کلام خدا هست، بخونی. کار زندگی با ما کاری میکنه که ما رو از اشتها میندازه. و مادرهایی که سنشون بالاتر هست به خوبی میدونن. وقتی که بچه‌ها عزم میخوام به سال استفراغ میگرفتن و در اون زمان امکاناتی هم نبود و این بچه ها چه بسو میموردن، سعی میکردن با قاشق چای خوری اصاره گوشت که اون موقع درست میکردن عرق گوشت، اینو میذاشتن دم دهن بچه، قطره قطره میریختن تا اشتهایی که از دست رفته دوباره به دست بیاره. اگه احساس میکنی که مدت هاست نمیتونی کلام بخونی چون عجیب مشغول دنیا و مشکلاتت شدی، نمیتونی کلام بخونی، رو اینستاگرام یک ساعت بودن بیشتر بهت حال میده، ببخشید. روی فیسبوک یه فیلم دیدم، این سریال ترکیه که آسیب داره میزنه، بس آسیب زد البته به مردم ما متاسفانه. شروع کن بیا آیه آیه بخون، شروع کن استارت بزن، به خودت یک برنامه بده، یک نظم بده. از صبح که بلند میشی به هیچ چیزی نگو بله، برو کلام خدا رو بخون و اون موقع میبینی در شما چه اشتهایی رو ایجاد میکنه و باعث اشتیاق شما خواهد شد.